سلام، به این بسته کوتاه خبری از چینل پروژن سیتی خوش آمدید. برای آگاهی از تازه ترین خبرهای روز افغانستان، چینل ما را سابسکرایب کنید. به نقل از روزنامه اطلاعات روز، دو نفر در هلمند در پی غرق شدن در آب جان باختند. مسئولان محلی طالبان در ولایت هلمند میگویند که 3 نفر در ولسوالی سنگین این ولایت هنگام آب بازی غرق شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند با نشر خبرنامه گفته است که این 3 نفر، 2 نفرشان جان باخته و 1 نفرشان نجات داده شده است. آنان دیروز یکشنبه 19 سرطان در رودخانه هلمند غرق شدند. طی روزهای اخیر این چندمین مورد غرق شدن در آب در ولایت هلمند است. دیروز نیز یک جوان در تفرگاه صیاد ولایت کاپیسا هنگام آب بازی غرق شده و جان باخته است. فرماندهی امنیه طالبان در کاپیسا با نشر خبرنامه گفت که چاشت دیروز 3 جوان در آب تفرگاه صیاد غرق شدند. طبق خبرنامه ساکنان محل 2 نفر را نجات دادند، اما 1 جوان 18 ساله جان خود را از دست داده است. اما در خبر دیگر، ادعای ترباران 1 جوان در ولسوالی خوست بغلان توسط طالبان. 1 منبع محلی در ولسوالی خوست ولایت بغلان مدعی است که طالبان 1 جوان را در این ولسوالی به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی ترباران کردند. با گفته منبع، این جوان سید امان الله نام داشته و قبلا کارمند شناسنامه الکترونیکی در بغلان بوده است. او باشنده ی روستای سچی ولسوالی خوست بغلان بوده است. منبع میگوید که امان الله 2 روز پیش بازداشت و 1 شنبه شب 19 سرطان ترباران شده است. طبق گفته ی منبع محلی، طالبان گفتند که این شخص با جبهه مقاومت در ارتباط بوده و در این مورد این گروه اسناد نیز داشته است. منابع محلی دیروز نیز در ولسوالی خوست ولایت بغلان گزارش دادند که طالبان 1 جوان را به قتل رساندند. با گفته یک منبع، این جوان ضیاءالحق نام داشته و تحصیل کرده نیز بوده است. گفته می شود این جوان از بستگان اعضای جبهه مقاومت ملی بوده است. پیش از این هم بارها از قتل غیر نظامیان به دست طالبان در بغلان و برخی از ولایت ها گزارش شده است، اما اغلب مسئولان محلی طالبان درباره این ادعاها واکنش از خود نشان نداده است. به نقل از روزنامه 8 صبح، منابع محلی در ولایت بامیان میگویند که مؤسسه خیریه اسلامیک ریلیف با ذبح 459 رزگاو در روزهای عید قربان برای 6425 خانواده فقیر در نقاط مختلف شهر بامیان گوشت قربانی توزیع کرده است، اما طالبان از این میان سهم خودشان را جدا کردند. بر بنیاد اطلاعات منابع نیروهای طالبان به شمول آمران حوزه این گروه در شهر بامیان در روند توزیع مداخله کرده و برای خود از گوشتی که ویژه خانواده های فقیر و نیازمند بود سهم گرفتند. 2 تن از باشندگان مرکز بامیان که میخواهند از آنها نام برده نشود، روز دوشنبه 20 سرطان با تایید این رویداد بر روزنامه 8 صبح میگویند که این بار نخست نیست که نیروها و فرماندهان طالبان در بامیان در روند توزیع کمک ها برای نیازمندان مداخله و سهم خود را جدا میکنند. همچنان خبری که از طریق پایگاه خبر افغانستان به دست ما رسیده است، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که در پی جنگ در پنجشیر از این ولایت بیرون شده بود، اکنون خبرها حاکی از آن است که احمد مسعود بار دیگر قصد ورود به پنجشیر را در سر دارد. خبری درس شده از میان مقاومتگران به پایگاه خبر افغانستان می رساند که احمد مسعود با حمایت جامع و کامل مردم همراه با جنگسالاران جنگ در پنجشیر به زودی وارد این ولایت خواهد شد. گفته شده او همراه با اسلحه و مهمات جنگی و حمایت جامعه بین الملل وارد پنجشیر خواهد شد. خبرها در ارگ حاکی از این است که طالبان از این خبر آگاه بوده و با فراخواندن چهره های فاسد در حکومت پیشین به افغانستان خواهان قناعت دادن سازمان بین الملل به فراگیر بودن حکومت طالبان در افغانستان هستند. بینندگان عزیز، ممنون که بیننده این مجموعه خبری بودید. تا خبرهای بعدی، وقت بخیر.